رینستیتمنت. برای این واژه صحبت‌هایی می‌خوایم امروز داشته باشیم. ما میریم بیمه می‌گیریم. بیمه‌های مختلفی می‌گیریم، مثل بیمه عمر، بیمه بیماری‌های سخت. هدف چی بوده؟ هدف این بوده که ما انتقال ریسک بکنیم. به کی؟ به شرکت بیمه. با مقداری پرداخت حق بیمه، پرمیوم و در مقابلش فیس اماتی که میتونه در زمان مناسب پوشش ما باشه. درسته؟ خب. افراد بایستی منظم باشن. ما یادتون باشه در برنامه قبلی به یک نوتبوکی اشاره کردیم که چقدر خوب افراد تمام شرح بیمه هاشون و وضعیت مالیشون و حتی تاریخ های سررسید بیمه هاشون رو روش قید کنن. این کمک میکنه که در واقع یک زمان نیازمند هستیم، حتی کلیم میخوایم بکنیم بهش مراجعه کنیم. حالا هدفم از این رینستیتمنت چیه؟ رینستیتمنت در واقع یک امکانی هست که فرد میتونه برخوردار باشه اگر احیانا به یک دلیلی، مثلا فکر کنه یک فردی در مورد ایرانی هم اتفاق خیلی ممکنه شایع باشه، میره مسافرت و حالا به هر دلیلی بانکش مشکل پیدا میکنه و در نهایت بیمش باطل میشه. چون میدونید که بیمه هیچ وقت تو ماه اول اگه پرداخت نشه باطل نمیشه، نوتیس داده میشه. ولی اگر این به زمانی بهش بخوره، البته قبل از اون طول زمان، چون در شرکت‌های مختلف زیاد میتونه متفاوت باشه، من قصد ندارم عدد زمانیشو اینجا به طور دقیق بگم، میتونه توی چند ماه بعد از فرصت، بعد از نامه دادن، بعد از نوتیس کردن، احیانا فرد هنوز متوجه نشده یا به هر دلیلی دسترسی نداره، این امکان همچنان بهش میده که بتونه رینستیتمنت انجام بشه. پس در واقع این امکان رو خواهیم داشت که بتونیم بیمه‌مون رو احیا کنیم. ولی یادمون باشه نریم سراغ این که به اینجا برسی. چرا؟ چون قطعا بایستی فاینانشال ادوایزر، اون شخصی که ایجنت هست، بروکر هست، اپلیکیشنی تنظیم بکنه با داده های شما، دوباره ببره آندررایتینگ. امکان این که اپروف بشه خیلی وقتا هست، مشروط بر این که شما در اون جوابهایی که میدی همش مورد تایید آندررایتینگ قرار بگیره. پس دقت داشته باشیم، یک منظم باشیم، دوم نذاریم به اینجا برسه و انشالله که اون شرایط بهینه رو داریم. مثلا توی یکی از اون سوالا اینه که آخرین باری که پزشک رفتین کی بوده؟ دوباره در سالی که با بیمه چند وقت پیش گرفت. بس خیلی دقت داشته باشیم که انشالله به اینجا نرسه و دوچار نشیم. ولی خواستم بگم که چنین امکانی هست، پس ازش میتونیم استفاده کنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.